این هفته در کلیک، پیشبینی تغییرات شدید اقلیمی، درمان با واقعیت مجازی و چهار سال گذشته داغ‌ترین سالهای ثبت شده در تاریخ بودند. آب و هوا در حال تغییر و متوسط دما در جهان مرتب در حال افزایشه. در حالی که ما کماکان داریم به دیوکسید کربن در جو زمین اضافه می‌کنیم، دانشمندان کماکان اخطار می‌دهند که بشریت باید برای آینده تصمیمات سختی بگیره. اگه بخوایم جلوی خطرات تغییرات اقلیمی رو بگیریم، باید تولید دیوکسید کربن در دهه‌های آینده به شدت کاهش پیدا کنه. برای این کار باید تو جوامع تغییرات اساسی اتفاق بیفته. نحوه تولید برق، جابجایی و مسافرت و حتی رژیم غذایی ما باید تغییر کنه. اینا تصمیم‌های سختیه که جامعه جهانی باشون روبروه. پروفسور اد هاکینز با یک نمودار ساده تغییرات گرمایش زمین رو جمع‌بندی کرده. دمای زمین در سال 1850 سمت چپه و در زمان حال در سمت راست. تو این نمودار می‌بینیم که در بازه سال 1850 تا سال 2018 دمای متوسط زمین یک درجه افزایش پیدا کرده و در سال‌های مختلف هم بالا و پایین زیادی داشته. این افزایش دما باعث تغییرات شدید جوی میشه. و اخیراً هم شدت این تغییرات دامنه زیادی داشته. اخیراً استرالیا رکورد گرم‌ترین ماهش رو شکست. در جنوبش جنگل‌ها آتش گرفتند، در شمالش سیل اومد و دمای هوا حدود 50 درجه سانتیگراد شد. همزمان گردبادی از قطب شمال آمریکا را در بر گرفت و دمای هوا به منفی 50 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد. هر سال ژاپن شاهد بلایای طبیعی پیشبینی نشده است. بنابراین پیشبینی دقیق هوا برای آمادگی در شرایط بحران بسیار حیاتیه. طوفان‌ها باعث بسته شدن جاده‌ها، توقف پروازها و قطارها میشن. بنابراین سامانه حمل و نقل کاملا از کار میفته. سال 2018 شرایط اقلیمی به طور ویژه‌ای وحشتناک بود. در ماه ژوئیه شهر کوماگایا رکورد گرما رو شکوند و به دمای 41.1 سانتیگراد رسید. در همون تابستون باران سیلاسا و فرسایش زمین‌های گلالود جان 225 نفر رو گرفت و بیش از 8 میلیون نفر رو مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شون کرد. اندازه‌گیری و پیش‌بینی بارش بارون کار بسیار سختیه و به سامانه‌های رادار هواشناسی احتیاج داره. این رادار هم کمیابه و هم بازه اندازه‌گیری محدودی داره. اینجا در وذر نیوز ژاپن سامانه جدیدی در حال آموزش به هوش مصنوعیه تا بتونه بارش بارون در سراسر کره زمین رو از طریق تصاویر ماهواری پیش‌بینی کنه. اینجا بزرگترین مرکز هواشناسی دنیاست. این مرکز دارای 3000 حسگر سنجش هوا و همینطور دو ماهواره است. و به طور زنده آب و هوا رو از دفترشون در شهر چیبا پیشبینی میکنه. اما پیشبینی هوا به منابع بیشماری از داده وابسته است. بنابراین این شرکت داده های زیادی رو از مشتریانش جمع میکنه. روزانه کاربران اپ وذر نیوز در مورد هوا چت میکنن و حدود 20,000 عکس از آب و هوای منطقه خودشون رو بارگذاری میکنن. با استفاده از ترکیب نیروی انسانی و هوش مصنوعی این نوشته و عکس ها به داده های زنده هواشناسی تبدیل میشن. چیزی شبیه به کلاود سورسینگ. علاوه بر اینکه این شرکت ها پیشبینی آب و هوا رو به عنوان خدمات به ما آدم های معمولی ارائه میدند، به شرکت های هواپیمایی هم ارائه میدن. برای مثال وقتی که پروازی داره صورت میگیره و به یک آشفتگی هوایی میرسه بتونه ازش پرهیز کنه، یا مثلا سرو غذا در حین پرواز در زمانی انجام بگیری که به این چالوچوله ها نرسیده باشیم، بلکه این نوشیدنی نرزول لباسمون. اما مهمترین کارشون اینه که اطلاعات رو از کشتی‌ها گردآوری کنن و بعد برای پرهیز از مواجهه با هوای بد بهشون بهترین مسیرهای اقیانوسی رو توصیه کنند. وذر نیوز میگه با این کار یک کشتی بزرگ باری میتونه در هر سفر حدود 45,000 دلار در سوخت صرفه‌جویی کنه. اما اینجا تنها هوا رو پیشبینی نمی‌کنه. خدمات جدید اینجا میتونه با پیشبینی یک بلای طبیعی دیگه جان انسان‌ها رو نجات بده. در سال 2011 سونامی ژاپن جان 18,000 نفر رو گرفت، اما بعداً متوجه شدند که در نزدیکی ساحل فوکوشیما رادار برخوردیاب
روی یک قایق گارد ساحلی ژاپن ورود این موج عظیم رو پیش بینی کرده بود. باورش مشکله، اما قبلا هیچ وقت از سامانه رادار برای پیش بینی وقوع سونامی استفاده نشده بود. ما در سراسر سواحل ژاپن 28 رادار نصب کردیم. این رادارها میتونن تغییر 3 تا 10 متر ارتفاع سطح دریا رو از فاصله 20 کیلومتری تشخیص بدن. اگه بتونیم سونامی رو پیش بینی کنیم، 10-15 دقیقه زمان خواهیم داشت تا منطقه رو تخلیه کنیم. برای مردم این فرصت تخلیه خیلی ارزشمنده. جدا از هشدار از اون چه که در زمانی بسیار نزدیک قرار اتفاق بیفته، شرکت ویدر نیوز در تلاش تا از این امکان برای پیشبینی های طولانی مدت تر هم بهره ببره. بعضی ها همزمان با تغییرات جوی فرصت های طلایی برای تجارت و کشتیرانی پیدا کردن. با آب شدن یخ قطب شمال مسیر جدیدی در حال باز شدنه. برای انتقال کالا با کشتی از ژاپن به اروپا این امکان داره فراهم میشه تا به جای دور زدن کل قاره آفریقا از تنگه ویکیتسکی در اقیانوس منجمد شمالی عبور کرد. برای امنیت آبی بیشتر ویدر نیوز ماهواره نادری پرتاب کرده که قادر از قطب شمال عکس بگیره و اطلاعات دقیق تری از یخهای شناور فراهم کنه. کاربرد دیگه میتونه ارائه خدمات به فروشگاه ها باشه، به این شکل که اگه اونا از اوضاع آب و هوای فردا خبر داشته باشن میتونن سفارش بهتری برای انبارشون بدن. اگه فردا هوا خیلی گرمه بستنی سفارش بدن، اگر خیلی خیلی گرمه بستنی یخی سفارش بدن. و داغی شدید هوا برای المپیک سال آینده ژاپن نگران کننده است. صحبت هایی شده تا مسابقات رو موقع طلوع خورشید برگزار کنند تا از مرگ و میر بر اثر گرمای شدید جلوگیری بشه. اینجا در ویدر نیوز داره روی سامانه کار میشه تا بهترین محلها از لحاظ سایه و نسیم رو برای تماشاگران پیش بینی کنه. میزان داده های لازم برای پیش بینی هوا حتی فقط هوای فردا بیشماره، اما برای شرکت های تجاری مثل ویدر نیوز پیدا کردن راه های جدید استفاده از داده ها به معنای خدمات بیشتر و در نهایت درآمد بیشتر برای این تجارت پرهزینه است. این هفته فیسبوک صفحه تام رابینسون فعال ضد اسلام را به دلیل پخش محتویات نفرت‌آمیز و زیر پا گذاشتن قوانینش بست. فیسبوک همینطور حساب کاربری تام رابینسون در اینستاگرام را حذف کرده و گفته برش اجازه نمیده تا دوباره در این سایت ها حساب باز کنه. توییت ایلان ماسک یک بار دیگه برش دردسرساز شد. او سال گذشته توافق کرده بود که توییت هاش در مورد تسلا پیش از انتشار بررسی بشن. حالا قانونگذاران در آمریکا به دلیل نقض این توافق و اهانت به دادگاه از او به یک قاضی شکایت کردند. BBC و ITV از برنامه‌هایشان برای راه اندازی خدمات استریمینگ در بریتانیا خبر دادند. نام این سرویس بریت باکس است و شامل بایگانی از تولیدات اصلی هر دو شبکه تلویزیونی خواهد بود. این هفته دو شرکت از پهپادهای جدید نظامیشان رونمایی کردند. کلاشینکوف از شرکت‌های سازنده اسلحه پهپاد انتحاری بدون سرنشین را معرفی کرده که به محض برخورد با هدف منفجر می‌شود. بوئینگ هم اعلام کرده که هواپیمای بدون سرنشین جدید را در ابعاد یک جت با نام کدگذاری شده لویال وینگمن ساختند. شرکت فدکس با الهام از صندلی‌های چرخدار برقی نسخه آزمایشی یک پیک روبوتیک خودران را آزمایش کرده. شرکت پستی فدکس گفته که سیم دی بات میتونه از مسیرهای ناهموار، موانع و حتی پله هم عبور کنه. و در پایان، آیا مشکل کمخوابی دارین؟ همیشه خواب داشتن یک بالش روبوتیک میبینین که مثل یک بچه نفس بکشه؟ پس بخت با شما یار بوده، چون مهندسان آلمانی با ساخت سومناکس این جای خالی را پر کردن. این ربات بالش مانند که به اندازه یک گربه وزن داره موسیقی پخش میکنه و هدفش ایست که تنفس شما رو موقع خواب تنظیم کنه و به شما آرامش بده. نگرانید بات ها از حساب کاربری شما ایمیل بفرستند؟ در صورت بروز این اتفاق با استفاده از این روش آسون میتونید با خبر بشید. یک ایمیل ساختگی به فهرست آدرس هاتون اضافه کنید. اگه یک ایمیل دست جمعی برای همه فرستاده بشه، یک پیام دریافت میکنید که ایمیلتون به اون آدرس ساختگی نرسیده و بعد توصیه میکنیم با سرعت رمز عبورتون رو عوض کنید. پارسال تیک تاک بیشترین اپ دانلود شده بود و از اینستاگرام و سناپ چت جلو زد. شرکت سازنده این اپ
75 میلیارد دلار قیمت داره، یعنی ارزشش از اوبر بیشتره. اما اگه در مورد این اپ تا حالا چیزی نشنیدیم، باید بگم اصلا نگران نباشین، برای اینکه اکثر کاربراش جوونا و نوجوانای چینی هستن. با این اپ میتونین ویدیوهای 15 ثانیه‌ای بسازین و بهشون واقعیت افسوده و فیلترهای مختلف اضافه کنین. یا حتی میتونین آهنگی رو که دوست دارین لبخونی کنین. تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، واه واه که چه گرمه، افتاد تابستون، میری لب دریا، غافل میشی از ما. البته بهتره شعرشو بلد باشین. آخ جون، آخ جون. اما اگه به نظرتون استفاده از این اپ توجیهی نداره، باید بگم که میلیون ها نفر باهاتون مخالفن. از زمانی که شرکت فناوری چینی بایت دنس شرکت میوزیکالی رو خرید، ما شاهد رشد استفاده از این اپ بودیم. بر اساس تحقیق روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، این اپ در حال حاضر 500 میلیون کاربر فعال داره. لورا، کمدین بریتانیایی که 1 میلیون طرفدار داره، از این اپ برای پست کردن ایده‌هاش استفاده می‌کنه و از وقتی میزان طرفدارش بالا رفته، مجری بعضی از برنامه‌های این شرکت هم شده. چیزی که در مورد تیک تاک خیلی دوست دارم اینه که کوتاهه، جمع و جوره و هر بار توش یه امکان جدید پیدا میشه. میتونین دو نفری آواز بخونین، به ویدیوهای دیگران واکنش نشون بدین و از اینا باحال‌تر اینه که میتونین تک صداهای دیگران رو کپی کنین. مثلا من میتونم کمدی هام رو با صدای کمدین دیگری اجرا کنم و دیگران هم میتونن همین کار رو با کارهای من بکنن. سلام، امروز چی میتونم براتون بگیرم؟ اینجا صداهای اشخاص معروف و همینطور بعضی واینرهای قدیمی رو دارن. یه عالمه تکه های صدا برای انتخاب وجود داره. ممکنه واین از بین رفته باشه، اما محیط های جدیدی مثل این جاش رو گرفتن و دارن رشد میکنن. تیک تاک گزینه های محدود ولی بامزه‌ای برای تدوین ویدیو هم داره که یاد گرفتنش وقتی نمیبره. خب اینم یه اپ جذاب دیگه که باعث میشه سرمون دائم تو تلفن باشه و از دنیای اطرافمون غافل بشیم. و این حواس پرتی همون چیزیه که دولت بریتانیا اخیراً در موردش به والدین هشدار داده. اونها دفترچه راهنمای جدیدی رو برای میزان نگاه به نمایشگرها منتشر کردن که شامل ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های دیجیتال هنگام غذا و خوابه. همزمان اشتهای آدم‌ها به استفاده از چنین اپ‌هایی روز به روز بیشتر میشه. پس حداقل آرزومون میتونه استفاده متعادل از اونها باشه. ما با اینکه این همه درباره واقعیت مجازی صحبت کردیم، اما مصرف کننده هنوز اقبال خوشی نسبت بهش نشون ندادن. مثلا خود شما چند تا سربند واقعیت مجازی دارید؟ البته در حوزه‌ای مثل شبیه‌سازی، آموزش و بهداشت از این فناوری داره خیلی استفاده میشه. در گزارش بعدی یک نمونه موفق استفاده از واقعیت مجازی رو میبینیم. باید مطمئن شیم محکم بسته شده باشه. اینجا در بیمارستان کودکان شفیلد محققان مشغول آزمایش فناوری جالبی هستند که قراره به روند درمان کمک کنه. With certain kinds of injuries, exercise. حرکات ورزشی در دوران نقاهت بعضی از مصدومیت‌ها خیلی مهمه و درمان رو سریع‌تر می‌کنه. اما تشویق کودکان به انجام این حرکات ساده نیست. To perform these exercises isn't always easy. Right back. بیشتر بچه‌ها اینجا مصدومیت‌های طولانی مدت دارن و گاهی تمرین‌هاشون رو سال‌ها باید تکرار کنن. این رو با دستت نگه دار، محکم بگیرش و تکرار هر روز همون حرکات خیلی خسته کننده میشه و ممکنه درد هم داشته باشه. کار مفرحی نیست و بچه‌ها هم دوست دارن بیرون برن و با دوستاشون بازی کنن. محققان دانشگاه شفیلد هالم با استفاده از واقعیت مجازی سیستمی درست کردند و امیدوارند تمرینات ورزشی رو به بازی‌های سرگرم کننده تبدیل کنه و روند درمان کودکان در دوران نقاهت رو سریع‌تر کنه. این قسمت پروژه مربوط به مصدومیت‌های بخش بالایی بازو. عامل این جراحات معمولاً سوختن یا افتادن. So how did you hurt yourself?
I burnt myself with a cooker lighter. I scarred my arm and my belly. ما تصمیممون رو برای انتخاب سناریوی این دو بازی که یکی تیر و کمان و اون یکی صخره نوردیه بر اساس حرکات مورد نیاز بیماران و مشورت با کادر درمانگرها گرفتیم. یکی از حرکت‌ها اینه که دست رو عقب ببرید و سعی کنید به پشت برسونید تا قسمت فوقانی بازو تقویت بشه. با خودم گفتم شاید تیر و کمان مناسب باشه چون یه کوله محتوی تیر پشتتونه که باید دست ببرید و یکی بردارید. رها کردن تیر از شله هم میتونه یه حرکت خوب دیگه بازو باشه. بعد به ورزش‌های دیگه مثل صخره‌نوردی فکر کردیم که حرکات کششی بالای سر دارن و واقعاً هم شما رو به هدفتون می‌رسونن. The climbing. It feels like it feels realistic. همزمان با درمان سوختگی هری، امیلی با مشکلات کاملاً متفاوتی روبروه. امیلی به یه بیماری وراثتی به اسم اگزوستوز متعدد مبتلاست. این بیماری رو از همسرم و خانواده‌اش به ارث برده و به این معنیه که تو بدنش استخوان‌های اضافه رشد می‌کنه. Let's go for a higher one. Well, it's really fun because you're not seeing like stuff that you usually see every day. Like you're seeing a whole new kind of world in it. If you have a big imagination, then it definitely makes it bigger. It's kind of a bit more playing than exercising, even though you are still doing your exercises. Like it's fun as well. Oh gosh, that's fun. Do you need a break or anything like that? Is your arm tired or? No, it's fine. قبلا برای دخترم آسون نبود. اصولا حوصله‌اش زود سر میره. اما الان دلش میخواد ادامه بده و یه بادکنک دیگه هم بتره کنه. هر بار دلش میخواست بره سر یه کار دیگه. اما الان شوالیه شجاع شده و هر روز لبخند رو لبشه. منم تشویق میشم مثبت باشم. بچه هایی داشتیم که بازوشون رو فقط تا اینجا میتونستن بالا ببرن. یه راست آوردیمشون سر بازی. اونا هم بدون این که متوجه باشن از پشتشون تیر رو ور میداشتن و حرکات متنوعی انجام میدادن. وقتی ازشون شرح حال گرفتیم گفتن اصلا دردی نداشتن. من معصومیتی ندارم اما میخوام این واقعیت مجازی رو امتحان کنم و ببینم وقتی سربند رو میذارم حسش چطوره و چطور میشه بازیش کرد. بریم که رفتیم. As a VR experience, it's really. به عنوان تجربه واقعیت مجازی کارش خوبه چون خیلی مفرحه. Really quite fun. After playing for a little bit as well, you can understand how. بعد از کمی بازی متوجه میشین چرا بچه‌ها خیلی درگیرش میشن و یادشون میره که در واقع دارن درمان میشن. That they forget that this is actually helping them recover. این پروژه از دل کار ایوان و گروهش بیرون اومد. اون زمان داشتن به مصدومین سوختگی کمک میکردن تا حواسشون رو از درد شدید منحرف کنن. یعنی یه جور مدیریت درد. الان مرحله ابتدایی این فناوری اما اونها امیدوارن تا بتونن به بخش‌های مختلف درمانی کمک کنن. داریم روی جنبه‌های دیگه هم کار می‌کنیم، مثلا کاهش درد سوختگی و آموزش استفاده از پروتز بازو برای افرادی که قطع عضو شدن. اینا تمرین‌هایی‌اند که بر اساس تجربه ترتیب داده شدن. دو سه تا پروژه دیگه از جمله دردهای مزمن و سکته رو هم در نظر داریم. کلام آخر رو هم از امیلی میشنویم. اون ممکنه طرفدار واقعیت مجازی باشه اما موندم ببینم دوست داره که فیکساتور روی بازوش هم برداشته بشه یا نه. دلت میخواد اینو در بیاری؟ Yes. Quite annoying. طبق روال هفته های اخیر حالا میریم سراغ یکی از نامزدهای جایزه بفتای بهترین جلوه های ویژه برای کارش روی فیلم جانوران شگفت‌انگیز جنایات گریندلوالد. البته بگم ایشون جایزه رو نگرفت ولی کارش اونقدر فوق‌العاده است که فرقی هم نمی‌کنه. I can't move against Grindelwald. It has to be you. Technically you can do. این روزها از لحاظ تکنیکی همه کار میشه کرد. پس توقع زیادی از کارمون دارم. از یه طرف متن J.K. رولینگ و از طرف دیگه دیوید ییتس ما رو وادار میکنه خلاقانه محدودیت‌ها رو کنار بزنیم. در این راه فناوری هم به کمکمون اومد. بخش‌هایی از داستان کاملاً در متن جو مشخص بود، اما قسمت‌هایی هم داشتیم مثل بیمارستان نیوتس که تونستیم موجوداتی در اطرافش خلق کنیم و اتفاقات مشابهی براشون ایجاد کنیم. اما یکی از موجودات اصلی زووو بود. در متن به طور دقیق شبیه یک ببر چینی توصیف شده بود. یکی از هنرمندان انیمیشن ساختش و حرکتش داد. بعد باید کشف می‌کردیم این موجود قراره چطوری از جای به جای دیگه بره. چه شکلی باشه؟ جنس دومش چی باشه و غیره. در متن اومده بود که 1000 مایل در روز می‌دوه.
حالا ما باید این رو چطور نشون میدادیم؟ آه از نهادمون بلند شده بود که آخه چطوری با زبان تصویر این رو بیان کنیم؟ خلاصه به این نتیجه رسیدیم که به طور جادویی میتونه خیز برداره، زمان رو خم کنه، فضا زمان رو در هم بیامیزه و در فضای دیگه ای فرود بیاد، یعنی فاصله طولانی رو به سرعت طی کنه. یک سال طول کشید که همون یک لحظه رو از لحاظ مفهومی در بیاریم و بفهمیم چطوری عملیش کنیم. وقتی فیلم نامه رو میخوندیم و به ظاهر شدن ناگینی رسیدیم، گفتیم ای وای، تو این فیلم ناگینی زنه، نه مار. فکر کردیم چطوری یک زن رو به یک لوله دراز تبدیل کنیم که غیر واقعی به نظر نیاد. به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه زن کش بیاد و تبدیل به مار بشه، نشون بدیم انگار مار داره زن رو میبله. تصور کردیم که زن درون لوله هایی که از بدنش بیرون میاد تنیده میشه، محو میشه و مار پدید میاد. بنابراین از یک بندباز حرفه‌ای به نام کلودیا کیم برای بازی نقش ناگینی استفاده کردیم. طرحمون رو نشونش دادیم و شات‌های اولیه رو ازش فیلم برداری کردیم. بعد هم یک بندباز حرفه‌ای دیگه آوردیم تا با همون لباس حرکات انعطافی اولیه رو انجام بده. اون به عقب خم میشه و سرش رو بین پاهاش قرار میده. از کلودیا کیم هم تصاویر خزیدن روی زمین و چرخیدن سرش به بالا رو گرفته بودیم تا با تصوراتمون همخوان بشه. بعد کل شخصیت انسان و مار رو با گرافیک کامپیوتری درست کردیم و این دو رو به هم چسبوندیم. ساخت این یک لحظه 14 ماه طول کشید. بعید میدونم تا حالا دیده باشید که یک زن داخل دیوار کشیده بشه و تبدیل به مار بشه. این هم باز یکی از اون لحظه‌های دشوار بود، چون می‌خواستیم خیلی طبیعی به نظر بیاد. فکر کردیم اگه واقعاً اونجا بودیم و عملاً این اتفاق می‌افتاد چه شکلی می‌شد، نه اینکه با گذاشتن افکت‌ها کنار هم چی از آب در می‌اومد. به نظر من این قابلیت‌ها رو مدیون فناوری هستیم. Grindelwald wants to see that piece destroyed. هفته دیگه شما رو به پشت صحنه یک فیلم دیگه میبرم، اما قبل از خدافظی اجازه بدید یه چیز جالب دیگه بهتون نشون بدم. ممکنه حرکاتش مثل حرکات رقصنده های پاتیناژ با شکوه نباشه. ممکنه سرعتش مثل بازیکنان سرعتی اسکیت روی یخ نباشه، اما برخلاف بقیه این ربات خودش اسکیت روی یخ رو به خودش آموزش داده. در کامپیوتیشنال روبوتیکس لب در مؤسسه فناوری فدرال زوریخ، پروفسور استلیان کروس و گروهش نمونه اولیه ربات‌هایی رو طراحی کردن که تمام بخشاش چاپ سه‌بعدی شده. هر کدوم از پاهاش رو میشه برای هر نوع حرکتی ساخت، از راه رفتن و استفاده از چرخ گرفته تا اسکیت روی یخ. هر ربات میتونه هر چقدر میخواد پا داشته باشه. اونها بعداً برای هر نوع حرکت و هر سطحی الگوریتم نوشتن. تنها اطلاعاتی که بهش میدیم طرز رفتار اسکیت روی سطح یخه، یعنی بهش میگیم در جهت تیغه اسکیت میشه آزادانه حرکت کرد و در زوایای دیگه نسبت به تیغه اصطکاک وجود خواهد داشت. بعد از این خود ربات به این نتیجه میرسه که چطور روی یخ حرکت کنه. با روش یادگیری ماشین، هر ربات به طور مستقل میتونه یاد بگیره چطور روی سطوح مختلف حرکت کنه. پژوهشگران امیدوارند که این در نهایت منجر به ساخت ربات‌های مقرون به صرفه با قابلیت طراحی آسان بشه تا در شرایط مختلف ازشون استفاده کنند. از عملیات جستجو نجات و گشت در مناطق خطرناک گرفته تا رسوندن بسته‌ها به مکان‌هایی که به سختی قابل دسترسند. لحظه ای رو میبینم که در آینده ای نچندان دور ساختن ربات ها مثل ساختن قطعات از لگو آسون میشه. به نظرم قابلیت یادگیری ربات ها برای جابجا کردن خودشون خیلی شگفت انگیز خواهد بود. نه لزوماً به خاطر مفید بودنش، بلکه به خاطر پشت سر گذاشتن چالش های متنوع و ارائه یک اجرای درخشان. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick و از طریق صفحه فیسبوکی که نشونیش رو این پایین می‌بینید. تا برنامه بعد و موضوعات اینو بدرود و خدا نگهدار.